حتی از این خاطر است که رسول ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به نانی که سردسرخان میشست و خوشش نمیامد هیچ وقت پیامبر خدا عیب طعام را ذکر نکرده است، به طعام بد نگفته است. به طعام که بد نگفته، به کسی که طعام آورده از خود به او ابدا بد نگفته است. پس از آداب خوب طعام ما چی خواهد بود؟ که ما سر نان بد نگوییم. نانی که دلت شد بخو، که دلت نشد یک چیز دیگر استفاده بکو. بگو من نمیتونه فعلا نمی نانه بخورم، شما بخورین مذاقم کتشان بکنید، کلگی بخوشی نان بخورن. بعد از اینکه نان خراب کرده بود، نمک زیاد بود، سوختان نبودش، غلط چنده بودش، امون نفر را که دخترت است، خانمت است، در بین مردم بیابش نکن. بعد از جدا بخواهش برش بگو که اینی اشتباه در طعام بود، امیدوار هستم که بار دیگر تکرار نشود. و او را برش تعلیم بدی، او هم به خوشی انشاءالله او را اصلاح میکند، بدون از اینکه بیتفاقی و غالمغال و شکایت در سر دسترخان بلند شود. به عین شکلش وقتی که ما دیدیم که یک کسی یک عملی را در طعام کرد و او خوشتان نیامد، آب را شفقت طفلتان، کاسه را شفقت از پیشتان، کدام کار دیگری شد، اوش کنین، خفه نشوین، والمغال نکنین، با صبر و تحمل ای را قبول بکنین. بعد از او که خوب نان خلاص شد و لبخند دادین، از او بعد غلطی های فرد را در تنهاییش اصلاح بکنین. به تنهاییش برش بگو فرزندم دست را آدم متوجه می باشد که چگونه باید پای خود حرکت بده، چگونه دست خود حرکت بده، چگونه بشیند، به می شکل شما عمل بکنین. وش کنین که قال مقاله و تهدید را برای صاحب خانواده این کار را نمی کنین و نام را سر نان نگذارین، کسی را توهین نکنین، کسی را تحقیر نکنین. در این صورت است که ما وقتی که نان را با اخلاق خوب و با فکر خوب می خوریم، از او انرژی هم می گیریم و انشاءالله و خیر ما هم خواهد بود. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ایران بر ما تعلیم میده وقتی که سر نان ششتین و نان میخورین چگونه استفاده میکنین. مرد را پیغمبر علیه السلام پشت کار فرستاده بود. انگامی که برگشت چاشت روز بود و رسول علیه السلام اومد را به خانش برد. به خانش که برد، کاسه نانی را که گذاشت، این مرد یک بار دست زد، گای به دست راست خود میگرفت، گای به دست چپ خود میگرفت. پیغمبر علیه السلام دست چپش را گرفت و برش گفت که یا اکراش سم الله و کل بیمینک و کل مما یدیک. نام از اکراش بود. برش گفت که اکراش، به دست راستت بخو، به بسم الله آغاز بکو و نانت را از حسه خودت و از پیش رویت بخو. این را برش تعلیم داد. بعد از او باز میوه را آورد. میوه خرمایی که پخته هم بود، نیم ترک هم بود، خام هم بود. این را که گذاشت، این مرگه ترسیده بود، باز امیر رقم از پیش رویش میخورد. پیامبر خدا برش گفت که اکراش میوه است، هر کدامش را که دوست داری امور را بردار، هر کدامش را که دوست داری امور استفاده کن. این را برش تعلیم داد. پس ما هم کوشش بکنیم که در وقت طعام این آداب را در نظر بگیریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم ایران به ما تعلیم میداد که هرگاه یکی از شما نان میخورد، بعد چی بکنید؟ دهنتون رو خلاص نکنید که دیگران برش متوجه باشد. خوش نکنید دهن را مردم از درون ببیند و چگونگی تقلب لقمت را مردم مشاهده بکنند، بلکه آداب را طور باید رعایت بکنید که مردم را دلش خراب نکنید. تعلیم میداد که هرگاه شما نان میخوردین و صرفیتان گرفت، عطسیتان گرفت، رویتان را دور بتین، در جو صفره بکو، صرفه بکو و عطسه بدن، وش کن در داخل طرف طعامشی نکنی. این اجازه را نمیدهد بر ما و بر ما میگه از پیش رویت خورده برو و جویده خورده برو تا که لقمه را خوب نجوی دیگر سرش بلند نکن. زیرا این تعلیمی است که به این واسطه ما وقتی که نان میخوریم در حقیقت انرژی میگیریم، انرژی میگیریم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که ای اکراش را این تعلیم داد که از بسم الله بگو، از پیش رویت بگو و ارگانان را جویدی، بعد از او باز لقمه دیگر را سرش بردار و از او استفاده بکو. نان را که خلاص کرده، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم
برای ما شمایی را تعلیم میدهد که شما در اخیر طعامتان حمد و ثنای الله را بگوید. یعنی به این معنا که سپاس خدا را ادا بکن که تو صحتمند بودی، لذت از طعام را چشیدی. اگر مریض بودی از مزه از طعام محروم می بودی، خوردش نمیتونست. دو، سپاس خدا را ادا بکن که نان حلال خورد. سپاس الله را ادا بکن که با خانوادت با دوستایت نشست. سپاس الله را به ادا که با خوشی خوردیم، با غم نخوردیم. از این خاطر است که هر قدر که ما حمد خدا را و ستایش خدا را در تناول نعمتهای الهی ادا میکنیم، پروردگار بر ما چی میگه؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما سپاس نعمتهای خدا را کردین، الله برتان اضافه میکنه، نعمت را برتان میافزاید. و رسول ما صلی الله علیه و سلم بعد نانه که خلاص میکرد دعا میکرد. دعایی تو نمیکرد مثل که ما شما رواج دن دست خدا بلند میکنین، دقیق شدین؟ بعد دست بلند کردن خوب قگفی نیسته، این را باز بعض مردم اتو میکنن، بعض مردم اتو میکنن. در هم در نان دست بلند کردن نیست. یعنی وقتی که نان خوردین به زبان بگن الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المؤمنین یا من المسلمین، این را بگن. ارگاه میمان کسی بودین، یعنی شما را کسی دعوت کرده بود، پیغمبر علیه السلام برش میگه اکل طعامکم الابرار، همیشه مردمای نیکو دست نانتان را تناول بکنن. اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکه، و ملائکه سرتان درود بفرسته. و افطر عندکم الصائمون، و روزه دارا را خداوند متعال توفیق بر تنعت بکنه که اونها را طعام بدی و نان بدی. پس کوشش بکنید که ادعا به چی از با زبان است، دست بلند نمی کنید. و اگر دستایتون پاک بود باز هم دست بلند میکنید، دست بلند بکنید ولی در رویتان کش نکنید. بس الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، سمت تو پوینت بود. این ضروری نیست که بر رویت کش بکنید، یعنی همیشه بر روی کش کردن هم نیست در طعام، و خصوصا به این شکلش که باز ما رواج داره. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این دعا را میکرد. برای اگر با خانوادیش می بود امی دعا را میکرد که الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المؤمنین یا من المسلمین. و اگر در خانه کسی می رفت باز برای جی دعا می افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکه. قضیه دیگری که در نان خوردن متوجه میشیم و خصوصا در رمضان متوجه میشیم، در کل تلاش باید بکنیم که از او خوراکی که زبان ما را بوی میدهد و امسایه خود را اذیت میکنیم، از او رقم طعام ها دوری بگیریم. پس از پیاز، از سیر، از چتنی های بسیار ساخته عجیب و غریب، این چیزا را دوری بگیریم. شما نان که خوردین باز در کجا میان؟ در مسجد میان. و پیغمبر علیه السلام می فرماید هر کسی که سیر می خورد و پیاز می خورد فلا یقربن مصلانا، باز به مسجد ما نبیاید دیگه، به مسجد ما نبیاید. یعنی چرا در مسجد نبیاید؟ به خاطر که رفیقت که در پهلویت هست یگان بار که عرق میکنی طبیعت از او را سخت خراب میکنی. پس حق مسلمان ها را ادا باید بکنیم. از این خاطر آداب مسجد چی است؟ که ما وقتی که داخل مسجد میشیم قرآن کریم بر ما چیزی با تعبیر میکنه، خذوا زینتکم عند کل مسجد، در وقتی که در مسجد استاده میشی، داخل میشی به نمازت، بهترین لباست را بپوش، عطر استعمال بکن، پاک داخل مسجد شو، غسل بکن در روز جمعه و در عیدین. پس در تراویح هم شما میفهمین عزیزان برادران که تزاحم مردم زیاد است، بیروبار زیاد است، شما از اونانی که در اونجا سیر بوده باشه، پیاز بوده باشه و چیزای چتنی دیگری بوده باشه، کوفته های عجیب و عجیب و غریب را خورده باشین و در اینجا زیاد خورین، بخورین تا اینکه عرق بکنین، این خلاف ادب اسلامی است در نان خوردنتان. از این اجتناب بکنین. الله متعال این توفیق را به ما شما عنایت بکنه. رسول ما صلی الله علیه و سلم حتی این را هم بر ما میفرماید که شما او ملائکه ای که در سر شانایتان است و اعمال صالحتان را نوشته میکنه و شما را نگاه میکنه، ملائکه حفظه، امور اذیت ندین، امور اذیت ندین. خب چه گونه اذیتش میتی؟ انگامی که تو چیز بدبوی را بخوری، چیز بدبوی را که بخوری اذیت میشود. چی فکر میکنی اگر داخل مسجد میشی و پایای تو عرق بوی است
و او را نمیشویی، داخل مسجد میشی، از بوی پای تو چقدر مسلمان اذیت پیدا میکنه؟ انگامی که سجده میکنه به تکلیف میشه نمیشه؟ تکلیف میشه دیگه. بنان برادر عزیزم، تو خود میفهمی که پایت بوی میده، آب وجود داره، لطفا برو پایت بشوی، بعد از او داخل مسجد شو. تو آیا ایره نمیفهمی که داخل مسجد میشی و عرق بوی هستی، لباس را تبدیل نکردی، غسل نکردی و داخل مسجد مسلمان ها میشی، آیا مردم اذیت میتی نمیتی؟ طبیعی است که اذیت برش میتی. پس همه تو که سیر اذیت میتی و داخل نمیشه، امی رقم جانتم باید پاک بکنی. به این متوجه بوده باشه، عین شکلش به این متوجه بوده باشه. یک تعدادی از دوستای ما میرود عطر میگیرد و ایره نمیفهمه که ای عطر چی گونه است. عطری که مردم به عوضی که خوش شوند خفه میشن. به چی ضرورت است که تو از استعمال بکنی که کل ساحه را به اصلا اذیت برسانی و کل مردم را اذیت برسانی؟ هر چیز به حد اعتدالش باید استفاده بکنی و شای را درست باید استفاده بکنی. و ای از آداب است که در حقیقت ما را قدم میته برای یک هدف. او هدف چی است؟ که هر قدر که مسلمان ها تو را تایید بکنه، الله عمل تو را بیشتر میخرد. گپ ده اینجا برای من. یعنی یک ادب را گفتم رعایت میکنی برای چی؟ برای یک هدف، که یک مسلمان اذیت نتی، یک مسلمان با بودن تو خوش بوده باشه. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه نجوم الاهتداء. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی في القرآن العظيم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. خدمت همه شما عزیزان دل، روزداران ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما و در سلسله درس های ماه مبارک رمضان قرار داریم. یکی دیگر از جمله قضایای مهم و مسئله بسیار مهم و عبادتی بیش از حد مهم که در ماه مبارک رمضان، به خصوص ماه رمضان اگر انجام بدهیم، انفاق فی سبیل الله است، که ارتباط انفاق و ماه مبارک رمضان خیلی ارتباط با هم نزدیک است. در ماه مبارک رمضان، طوری که به سفره خودتان غذا آماده میکنید، چندین نوع غذا را در سفره برای افطار آماده میکنید، یک بار با خودتان هم فکر کنید، بیاندیشید، با خواهرانتان، با برادران فقیرتان، با برادران مستضعف و مسکین و بیچاره ایتان، آیا اونها هم دارن که بخورن یا نخیر؟ چقدر مهم است. یکی از توصیه های پیامبر صلی الله علیه وسلم در رمضان همیست که شما باید با برادران مستضعفتان کمک بکنید. و الله تبارک و تعالی چی جایگاهی برای انفاق کنندگان در قرآن به ما بیان میکند که اصلا انسان در فکرش هم نمیکند. میگه الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، کسانی که مالشان را در شب و روز در راه الله مصرف میکنند، آشکارا و پنهان مصرف میکنند. فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اینها نزد پروردگارشان محفوظ است. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، در روز قیامت هیچ ترسی، هیچ وحشتی و هیچ غم و اندوهی برای اینها نیست. الله اکبر. روزی که همه در یک فضای ترس قرار دارن، وحشت، هر کس به فکر نجات خودش است، ولی الله میگه برای انفاق کنندگان، کسایی که کمک میکنن برای فقرا، مساکین، مستضعفین، قرضداران، بیوه زنان، یتیمان، همسایگان نادارشان، فقیران، مستضعفان، اقربا و خویشاوندان فقیرشان، دست این نیازمندا را میگیرن. الله میگه در روزی که همه در ترس و وحشت قرار دارن، در این روز برای این کسی که انفاق کرده در دنیا، نه ترس است، نه وحشت است، نه حزن است، نه غم است، نه اندوه است. الله اکبر، الله اکبر. آیا میدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه را فقط به خاطر انفاق فی سبیل اللهش در دنیا بشارت به بهشت داد؟ خیلی از انسانها در دنیا با پولشان بهشت الهی را میخرن، تضمین میکنن در دنیا، و خیلی از انسانها در دنیا با پولشان جهنم را میخرن. هرچی سرمایه دارن در راه فحشا، در راه منکرات، در راه بدخلاقی، در راه قتل و قتال، کشتار مردم، ناراحتی مردم، ضرر رساندن به مردم مصرف میکنن.
ها جهنم رو میخرن با پولش. ما خیلی هستن افراد، ما داریم برادران بسیار عزیز و محترم، ما خواهران بسیار محترمی داریم که آنچه که در توانشان هست در راه الله مصرف میکنن. مکتب میسازن، پانتون میسازن، ضروریات مکاتب و پانتون رو برآورده میکنن، جوانانی که قدرت تحصیل ندارن اونها رو همکاری میکنن به تحصیل، مسجد میسازن، راه میسازن، سرک میسازن، برای فقرا و مستضعفینشان کمک میکنن. بنابراین اینها از جایگاه بسیار خاص برخوردار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگیشان چند مرتبه حضرت عثمان بشارت به بهشت دادن فقط به خاطر انفاق عثمان که در راه الله مصرف میکرد. دوست ندارید در دنیا بشارت بهشت رو بگیرید؟ نظر به آیات قرآن عظیم شد. و جالب است که شما اگر یک روپیه در راه الله میدید، الله 10 برابر تا 700 برابر برایتان پاداش میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله چیزهایی که قسم یاد کرده یکی هم است، میگه من رسول خدا صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنم که مال مسلمان با انفاق در راه الله کم نمیشود، قطعا هنوز زیاد میشود، الله زیادتر میکند این سرمایه را. بنان خواهران و برادران عزیز، ماه مبارک رمضان کوشش کنید برای بیوه زنان، برای بینوایان، برای فقرا، برای مساکین، برای بیوزاعتان، کسانی که توانایی ندارن، مثل که برای خودتان زحمت میکشید، یک سفره هفرنگ جور میکنید، غذاهای رنگارنگ متنوع، نوشیدنی های رنگارنگ در سفره افطارتان قرار میدهید، یک بار شما را به خدا در وقت افطارتان به یاد او کسی بیفتید که ندارد چیزی، به یاد او کسی بیفتید که با یک تیکه نان خشک و یک لیوان آب افطار میکند. بنابراین هم از فضیلت افطار خودتان را برخوردار سازید که چقدر ثواب دارد، کسی که یک روزه دار افطار میده مثل یک روز روزه داشته باشه، اجر یک روز روزه، و هم از ثواب انفاق، و هم در ماه مبارک رمضان صدقات نفلیتان معادل فرض محسوب میشود، یعنی آنقدر پاداشش بالا هست. بنابراین کوشش کنید که در رمضان صدقات و خیراتتان، انفاقتان در راه الله برای بندگان الله زیادتر باشد نسبت به غیر رمضان. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.